Bale bozor var. Şuma mı gördün kitabı tevhid? Bale ben nasıl PDF ben tanışıyor Bale. bilmem. Bale tevhid sayfa çende? Bale, kitab-ı tevhid, bab-ı sıfat-ı zat, Sayfa çende? rivayet-i ben, sayfa-ı 141, sayfa-ı mektebet-i seduk. Sayfa sadu. İnan fikrim çap mektebet-i seduk. Bale çap Bale, darul baş marifa. kılın Çarbi. rivayet-i harun şemurde bekunit, tercüme kılın, ta binendeganem beşnevan. 141. روایت چندم پنجم روایت پنجم لطفا شمرده شمرده بخونید دقیق ترجمه کنید دقیق ترجمه کنید بله عن احمد ابن نصر البزدي کانر هم درست ترجمه کنید عن احمد ابن نضر الخزار عن عمرو ابن شمر عن جابر عن ابي بله جعفر بله عن ابي جعفر عليه السلام ان الله تبارك تعالى كان ولا شيء غيره ولا شيء غيره ان خداوند متعال بود ان الله تبارك وتعالى بود و غير ذو چیز نبود نورا لا ظلام فيه نوري بود که تاریکی نبود و صادقا لا كذب فيه و صادق صادقي بود که درو كذب نیست و عالم لا جهل فيه و عالمي بود که درو جهل و حيا لا موت فيه و خداوند متعال زنده بود که در او موت نیست و كذلك هو اليوم و كذلك لا يزال ابدا و این چنین است خداوند امروز و این چنین خداوند خواهد بود تا ابد الآباد. خب این که اون کلام شما را نمیرساند، شما که این رو نگفتید. آفرین. نه 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 صبر کن، دروغو دروغو صبر، ملعون ملعون دروغو. من شما روی هول گذاشتم، شما که میگفتید ان الله تبارک تعالی کان ولا شیء غیره و کذلک هو الیوم، شما که اون مقدار اولش را که نگفتی، اون وسطش را بخون، اون مهمه، اون وسطش مهمه. شما بله ببینید خداوند متعال بود و جز او چیزی نبود و امروز هم همچنینه. خب کسی که این جمله را بگوید شما چی میفهمید؟ میفهمد که خداوند متعال بود و جز او هیچی نه، امروز هم چنینه، خدا هست و کسی جز او نیست. حدیث که این را نمیگوید، حدیث میگوید خداوند متعال بود و چیزی جز او ولا شیء غیر، چیزی جز او نبود. خداوند نور بود که در اون نور تاریکی نیست. نور بود، نور بودن خداوند چیه؟ نور بودن یعنی هادی پروردگار، علم پروردگار عالم، در پروردگار عالم جهل نیست. و صادقا لا کذب فی، خداوند متعال صادق بود و در او کذبی نیست. و خداوند متعال عالم است، در او جهل نیست. و خداوند متعال زنده ای هست که هیچ وقت نمیمیرد. امروز هم این چنینه. این که میگوید این نسبت به اینه که امروز هم این صفات خدا هست، نه اینکه خداوند متعال بله چی بقیه غیر خداوند متعال اشیاء معدومه. شما این وسطش را که نخوندی دروغ گو. و اون شما که رفتیم کتاب چیران باز کردیم، خب این وسطش را که اگر نخوانی معنا خیلی تغییر میکنه. شما این وسطش را که نخوندی و اون کتاب بحار اعمار مجلد 25 که آدرس دادی که باز کرده نوری علی یه دقیقه به من فرصت بده. بفرما. یه دقیقه فرصت بده. بفرما. شما کانه رو درباره خدا چرا ماضی تعریف میکنید؟ مگر خدا در قالب زمان و مکانه؟ کانه درباره خدا مثل همون کان الله غفورن. نه کان الله نه. غفورن نه اینکه خدا یه زمان این بستگی داره. بستگی کان الله غفورن یعنی لا یزال لم یزال. ادبیات معانی نصب بکنید، این به معنی لم یزال استمراره. کان الله ولم ولا شیء غیره یعنی همین الان هم همینطوری است. الان اجازه بدید ببین، الان اجازه بفرما. اگر شما میگید این ببین در بستگی داره و اینجا که یک جای کانه عاری از زمان باشه، یک جا کانه عاری از زمان نیست. در این در احادیث خیلی زیاد آمده کان الله ولا شیء غیره ثم خلق الخلق. این به این معنا اعتبار الله نقل به معنا میکنه. روایت زیادی آمده که خدا بود و هیچ چیزی نبود، یعنی عالم حادثه. بعد خداوند متعال رسول خدا صلی الله علیه و سلم را آفرید، اهل بیت اطهار علیهم السلام را آفرید، اینها را آفرید. لذا این کانه که خدا بود و چیزی نبود، این خودش بهترین قرینه است که این کانه کانه به همون معناست که ما گفتیم که خدا بود و چیزی نبود. بعد خداوند متعال زمان و مکان را آفرید، دنیا را آفرید، جهان را آفرید. چرا ماضی معنی میکنی؟ به همون دلیلی که لا شیء غیره، در لا شیء غیره به همون استمراری، به همون قرینه ای که در حدیث آمده که چیزی جز خداوند متعال نبود. بله این چون این دنیا گوش کن، چون دنیا حادثه، دنیا مسبوق به عدمه، خداوند مسبوق به عدم نیست. و این خاطر خدا بود و چیزی نبود، بعد خدا دنیا را آفرید. اما اینطوری نیست که الان شما کسی که یک مقدار عقل داشته باشه، فهم داشته باشه، دوستان از این حدیث را ببینید. خدا بود و چیزی نبود، خدا نوری بود که در اون نور تاریکی نیست. خانم گوش کن، گوش کن. خدا تاریکی حالا شما بگید من قبول ندارم، بگید من حرفم بزنم. خدا نوری بود که در اون تاریکی نیست، صادقی بود که او هیچ وقت دروغ نداشت، عالمی بود که در اون جهلی نیست، و حی بود که در اون موتی نیست، و کذلک هو الیوم.
امروز هم این چنینه، این کذالک الیوم این خودش بهترین خداحافظشون کذالک الیوم این خودش بهترین دلیله که این کانه، این کانه ناظر به ماضی هست، ناظر به گذشته از ناظر به امروز نیست، چون کذالک الیوم لا یزال ابدا. خداوند امام باقر علیه امروز هم این چنینه، آینده هم این چنینه، آینده هم این چنین خواهد بود. اما این که خداوند متعال در گذشته خلقی نداشت، امروز هم این چنینه، در آینده هم این چنینه، اصلا خلقی وجود نداره. بله شما چرا اینجا زنگ زدی؟ من نیستم، من موهومم، شما موهومی، منم موهومم، شما چرا اصلا زنگ زدی؟ و ثانی این را این حدیث نمیگوید کذالک الیوم ولا یزال ابدا، این ناظر بلا شیء غیره نیست. این دیگر واضحه. شما اگه اون کسی که این حدیث را برای شما خوانده بود، بله و اون زمانی که شما حدیث را میخوانید خیانت میکردید، این مقدار کاملش را نمیخوانید، مقدار کاملش را بخوانید. بله دلالت بر مقصود و مدعای شما ندارد، واضح و آشکاره. بله بله دوست عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. شما برادر عزیز چرا آقا آقای اللهیاری چرا کج میکنید عزیز من؟ چون شما کج بحثی میکنید دیگه به این خاطر. من اجازه بدید توضیح بدم. از شما بعیده، این جمله معترضه است. من خودم میدونستم این چزاله چه اشعار به اون اول داره، این جمله معترضه اون روایته. شما کان الله ولا شیء غیره داره توضیح میده. نه این معترضه نیست، این جمله اون ما قبلش و کذالک الیوم و کذالک لا یزال، این به همون برمیگرده که خداوند صادقه و بله دروغ نمیگوید، نور است در او جهل نیست. صادق به همون برمیگرده. اجازه بده من اجازه بده من الوهیت چی گفته راستگوییه؟ اجازه بفرما من از شما یک چیزی بپرسم. در همین کتاب توحید کافی روایات زیادی آمده به این عبارت که کان الله ولا شيء غيره ثم خلق الخلق. شما درباره این روایت چی میگید؟ بله این روایت چی میگید؟ باری شالله خلق الخلق نفرموده مخلوق، خلق یه موجوداتی هم غیر از مخلوقات. چیه اون؟ فرمودن انوار مقدسه معصومین هستن. خب خلق الخلق غیر خدا را آفریده خدا، درسته؟ غیر خدا را خدا آفریده، خلق را آفریده، درسته؟ خب این نحوه غیریت چی؟ شما بین این خدا و غیر الان یه فاصلی درست کردی. خب این غیریت شما بگید بین خدا و غیر خدا هیچ غیریتی نیست؟ از کجا آفریده؟ شما به من بگید از کجا این غیر آفریده؟ از آدم. از یه جایی برداشتی، از خودش آفریده. این هر ببین الان من جواب میدم، شما یک لحظه حرف من را قطع نکن. این خداوند از کجا آفریده؟ از هیچ جا نیافریده. خداوند از عدم، از نیستی، اصلا نبود غیر خدا چیزی. عدم کجا بوده؟ همین که میگید از عدم، اجازه عدم اجازه شما بهش وجود دادی، کجا بوده عدم؟ نه 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 نه، عدم یعنی نیست، نبوده خدا آفریده، یعنی محض اصلا شما اجازه بدید یک وسط حرف من نفر جانه، یک لحظه وسط حرف من نفر. ما که میگیم خدا آفریده یعنی از نیستی آفریده، معناش این نیست، نیستی خمیره، نیستی خمیره. خدا مثلا مثل نانوایی که میاد خمیر رو میگیره، نانوای خمیر رو میگیره، اونو میزنه بعد نانوای میندازه تو تنور نان درست میکنه. عدم همچین چیز خمیر که نیست، که از خمیر آفریده، از یعنی نبوده، نه زمین بوده، نه زمان بوده، نه آسمان بوده، نه شمس و قمر، هیچی نبوده، خداوند متعال بوده، بعد اینا رو آفریده. اینا واقعا آفریده، اینا واقعا موجودن. شما میگین نه اینا موجود نیست، دیگه این عجیبه واقعا. خب ببین اگر خدا لا نهایت بوده یا متناهی بوده؟ خداوند متعال لا نهایت بوده. ببین اگر منظورتان بی نهایت به چی، من شما بی نهایت را تعریف بکن تا من جواب بدم. من پس اینی که خلق کرده یه چیزی الان جدا شده دیگه. جدا نشده، اینم حماقته که شما میگید از خدا چیزی جدا نشده. اینطوری نیست که از خدا اینه. نه از خدا، خدا اصلا جسم و جسمانی نیست که خداوند متعال مثلا کلش را مثلا دستش را کنده از اون دستش مثلا یک چیز را آفرید. از خدا چیز جدا نشده. خداوند متعال. الله یاری من یه روایت پیدا کردم تو بهار جلد. حالا خدا مخلوقات رو میفرماد اینا سایه من هستن. این روایت رو لطفا باز کنید. اجازه بده الان قبل از این روایت شما این همه احادیث زیاد که در همین کتاب توحید آمده، الکاش من نسخه توحید را داشتم برای شما نشان میدم، که خداوند متعال بود ثم خلق الخلق، بعد خداوند متعال خلایق را آفرید. شما به این روایت را چی میگویید؟ تفسیر شما چیه؟ خب اجازه بفرمایید
من ببینید ما هر دوتا آقای الله یاری ما هر دوتا همون محب اهل بیت هستیم. نه نه شما منکر اهل بیت هستیم. حق مسئله شما کسی حق مسئله روشن بشه. شما این را به من جواب بده. الان که شما میگید محب اهل بیت علیهم السلام هستید، این که خداوند بله. خدا را آفریده، خلایق را آفریده، این را شما قبول دارید یا ندارید؟ بله بله چرا را آفریده؟ پس پس من و شما به معنی تجلیه. من و شما الان یعنی تجلی را تعریف کن. تجلی یعنی چی؟ بله تجلی یعنی چی؟ میگه خلق به معنی تجلیه یعنی چی؟ تجلی منظور شما تجلی چیه؟ تعریف کن تجلی. تجلی یعنی اینا جلوات حق هستن، ظهور کردن، یعنی غیر نور خدا هستن. غیر خدا چیزی در مراتب ظهور کردن. غیر خدا چیزی موجود هست یا نیست؟ از خدا هستن به عنوان امکان ممکن اجازه بده چیزی غیر از خدا وجود دارد یا ندارد؟ آفرین، هستیشون از خداست. هستی ما میگیم هستی یعنی خدا خالق هستی ایناست، اینا ما قبول داریم، اما هستی اینها از خداست. منظور شما چیه؟ اینها خودشان هستی دارن یعنی واقعا اینا موجودن؟ این که من میگم که مثلا هستی مستقل ندارن. مستقل ندارن، نمیگم مستقل، نه مستقل نه، این که واجب الوجود باشه نه، این رو نمیگم. اما همین هستی غیر مستقل واقعا حقیقتا نسبتش به این اشیاء و ممکنات درسته یا مجازیه؟ بله همین هستی غیر مستقل. ببین من نمیگم که هستی اینا مستقله، ما مستقل از خود، یعنی خدا ما را نیافریده. این کافر میگوید، کافر میگوید این حرف را که خدا ما را نیافریده. خدا اجازه بده، جاهل اجازه بده، اجازه بده همین اشیا را. ببین من با من کج بحثی نکن، سوال را خوب جواب بده. این اشیایی که در عالم، کسراتی که در عالم موجود هستن، این که با من زرنگی در بیه هستی اینا از خدا هست یک چیز دیگر را قصد بکنی، اون زرنگی ها را در نهر. با من واضح بگو این اشیا کسراتی که در عالم میبینی قبول داریم هستی اینا مستقل نیست، اما همین هستی غیر مستقل واقعا خدا اینا را موجود کرده یا نکرده، یا خدا به صورت اینا ظاهر شده تجلی کرده؟ به اون معنی که در خدا لحاظ میشه در اینها وجود نداره. Yeah. اینها در برابر خدا مجاز هم نیستن. در برابر هستی حقیقی، حقیقت صرف مال خداست. پس این اشیا چیه؟ کسرات در عالم چیه؟ اینا جلوه های خداست. اینها همین روایت میفرمد که اینا سایه هستن، جلوه هستن. ببین این که وحدت وجود نیستن. وحدت وجود این را خوب میدانید شما، یا اگر نمیدانید شما جهال هستید. ببینید احادیث و روایات در این باب خیلی زیاده که این دنیا موهوم نیست، این دنیا حقیقتا وجود داره، این دنیا حقیقتا وجود داره و خداوند متعال اینا را، اینا مخلوق پروردگار عالمه و آیات قرآن کریم در این باب خیلی زیاده، احادیث اهل بیت علیهم السلام خیلی زیاده و این حدیث را هم که شما روایت کردید نقل کردید این خلاف معنای شما را میرساند و احادیث خیلی زیاده دیگر که خداوند متعال دنیا را آفریده، اصلا آیات قرآن کریم خیلی زیاده. لذا شما به حدیث و به روایت استدلال نکن، چون اصلا عرفان یکی از مبادیش، حدیث نیست، آیه قرآن نیست. عرفان مبدعش کشف و شهوده، کشف و شهوده. لذا حدیث را که شما نقل میکنید به خاطر گول زدن مردم، فریب زدن مردمه، و الا مبدع شما کشف آقای الله یاری. نه گوش کن یک لحظه، لذا حدیث را بگو. شما الان میفرمایید که این دنیا منش من وجود ندارم، این خدا هست که به صورت من تجلی کرده، درسته؟ درسته یا نه؟ هستی شما از خداست، این خدا به صورت من، یعنی این هستی من. بله هستی، این هستی من. روایت داریم آخه، من چیزی به غیر هستی هم نیستم. ببین روایته، اجازه بفرما روایت رو ول کن فعلا، من میفهمم حرف شما رو خارج از روایت، یعنی چه؟ بله خارج از روایت حرف شما رو بفهمم، یعنی من به جز هستی چیزی نیستم، درسته؟ در دنیا، در کون به جز هستی که چیزی نیست. شما میگید ماهیت اعتباری، درسته؟ بله بله. این هستی هم عین هستی خدا هست که در این صورت جلوه کرده، درسته؟ خب این هستی عین هستی خداست که جلوه کرده دیگه، غیر خدا دیگه چیزی وجود نداره، درسته؟ به اون معنایی که در خدا هست در اینجا اصلا لحاظ نمیشه. خدا هست. ببین شما میگی خدا یک و انما یکون من دونه هو الباطل. خب خداوند متعال، بله خدا، غیر خدا بقیه خدایان معدوم باطل هستن، نه اینکه اینا معدوم باشن. شما حق فرمود، حق هر فرمود. بله بله الان شما به من بفرمایید، حق به معنای ثبوته، به معنای وجوده. خب این خب چی؟ باطل به معنای معدوم نیست، باطل به معنای معدوم نیست.
من میگم شما ادعاش رو باطله، این خدا باطله، این مذهب باطله، نه اینکه این مذهب مردم باشد. اجازه بده. نه 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 ببین شما اجازه نمیدید. شما ببینید، شما صبر کنید. شما اولا آخر برنامه زنگ میزنی، اول برنامه زنگ نمیزنی، این یک زرنگی. من بارها شما خواستم شما وقت نمیتونن منو. چرا دروغ میزنی؟ من روایت دارم. چرا دروغ میزنی؟ به خاطر شما. حالا قبل از روایت ببین، ببین روایت را در کتابخونه رحمت الله مرعشی یه دوره بهار درس کردم. اجازه بفرما. کافی درس کردم. حتی روایتی که راجع به صوفیه خواندی، من معنای اون صوفیه را پیدا کردم که منظور اشاعره هستن. بله، اشاعره قدریه. اشاره بفرما، اجازه بده بفرما الان من صحبت کنم. اجازه بفرما. اولا این که شما میخواهید بر یک مدعای از حدیث استدلال بکنید، اول اون مدعا باید روشن بشه. بعد این مدعا که بله کاملا در مقام تصور روشن شد که مدعای شما چیست، اون وقت دلیل را بیارید. تا وقتی که مدعا روشن نشده اصلا نوبت به حدیث نمیرسد. اون وقت شما مدعای شما که روشن شد، اون وقت نوبت حدیث است که ما این حدیث این آیه قرآن کریم دلیلش هست یا نیست. ما فعلا در مقام این هستیم که مدعای شما برای بینندگان عزیز روشن بشود که شما چی ادعا میکنید. آفرین. من که حرفی ندارم. اجازه بفرما الان. اجازه بفرما. چرا گفت شما روایات بذارید؟ اجازه بفرما الان. ادعا رو بیارین مثلا. الان نگذاشتی که. الان شما میخواهید زود بری سراغ مدعا. الان وحدت وجودی که در کلام ابن عربی هست. وحدت وجودی که در کلام ابن فارس هست. وحدت وجودی که در کلام مولوی هست. وحدت وجودی که در کلام قیصریه. وحدت وجودی که در کلام ملا صدرا هست. وحدت وجودی که در کلام خمینیه. اینا معنایش چیه؟ معنایش اینه که غیر خداوند متعال هیچ چیزی وجود ندارد. هر چیزی که شما در عالم این کسرات را میبینید، اینا وهمیه، اینها اعتباریه و اینها از وجود نسبت وجود به اینها دادن یک امر مجازیه، امر حقیقی نیست. حقیقت وجود مختص و منحصر در یک فرد و پروردگار عالمه. و این پروردگار عالمه که به صورت اشیاء مختلف تجلی کرده ظاهر شده و این تطورات ذات خداوند متعال و وجود پروردگار عالم اینه. در عالم یک چیز وجود دارد. لذا اون جایی که گفت بنی اسرائیل گوساله را پرستیدن، در حقیقت خود خدا را پرستیدن. اون جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام قوچ را خواست ذبح بکنه، خدا را خواست ذبح بکنه و خدا را هم ذبح کرد و خدا را هم خورد، خدا را هم گوش خورد. و این نص صریح کلمات ابن عربیه، نص صریح کلمات. اجازه بفرما، اجازه بفرما، اجازه، اجازه بفرما، ممنونم، اجازه بفرما، اجازه بفرما، ممنونم، اشاره آقا، اجازه بفرما. حرف من تمام. شما ببین اگر میخواید با هم صحبت بکنیم وسط حرف من یک بار دیگر بفرمایید، من قطع میکنم. این نص کلمات اونهاست. الان من این مدعای شما رو من بیان کردم. مدعای شما رو یا من صادقانه بیان کردم یا من اینجا دخل و تصرفی کردم، اشتباه بیان کردم. شما الان بفرمایید که این مدعا را قبول دارید یا ندارید. اگر مدعای شما چیز دیگری از وحدت وجود، کلمات صوفیه دلالت بر چیز دیگری داره، بفرما. فرق من در اگر یا امین هست یا نیست. اگر چیز دیگریه، بله بفرما اون چیز دیگر چیست و چطور کلمات شیخ و کلمات خونوی و غیرین بر این مدعا دار. من غلط ترجمه کردم، بفرما. قول به کثرت وجود با بساطت حقه با وجود من کار به دلیل ندارم. صرف کار وجود با صرف الوجود با لانهایت بودن خدا تعارض داره. شما ببین شما رفتی روی دلیل حقیقی باشه، شرک بی نهایت درست روی کردی. دلیل رفتی روی دلیل، نمیخوایم بریم. اولا مدعا را باید بفهمیم. مدعای شما چیست؟ اون وقت دلیل، یک دلیل داری، هزار دلیل داری روی چشم من. دلیل چیز دیگر، مدعا را اول ما باید بفهمیم. اصل مدعای شما اینقدر مزخرفه، اینقدر باطله که شما خودت به زبان خود نمیتونی این را به صورت واضح بیان بکنی. من مدعای شما را بیان کردم. سوال من از شما این بود که این مدعا را من یا درست بیان کردم یا غلط. اگر درست بیان کردم بگو درست گفتم، اگر اشتباه بیان کردم بگو کجاش اشتباه گفتم. شما اشتباه میفهمید از این معانی. خیلی خب، شما درست بگو کجاش اشتباه. عالی، این معانی رو به دقت عقلی نمیتونید بررسی کنید و حالی که بحث این اصلا عرفان جای این استدلالات عقلی نیست. عرفان کلن شهود ذوق کشف آخر من کجایش ببین وحدت شهوده. ببین آفتاب که طلوع میکنه ستارگان ناپدید میشن، نورانیتشون. شما بفرما اون استدلال مدعا چیست؟ به علا میرسه نور حضرت حق که برای او ظهور میکنه، او قادر نیست غیر از حق رو ببینه. این همون وحدت شهوده.
شما چرا اینطوری میگی همه رو به یه چوب میزنی؟ ببین بزرگوار، میگی من اشتباه گفتم، کجایش اشتباه گفتم؟ حالا من قاصرم، جاهلم، سلمنا، اونا رو تهمت میزنی، راست میگی اون سر جای خودش. اون سوال رو خواهش میکنم دقیق جواب بده. شما میگی من اشتباه گفتم، کجاش من اشتباه گفتم؟ در جواب بده. شما بین مراتب هستی فرق نمیگذاری که عالم طبیعت هست، عالم نفس هست، مثال هست، مثال مطلق هست، منفصل هست، مثال مقید هست، بعد میرسه به ملکوت، میرسه به عالم ارواح، عقول مجرده. خب شما کلام شیخ رو نفهمیدی. بعد میرسه به عالم قدس، تا به خدا خیلی راهه. شما نفهمیدی. شما وقتی که ببین حرفا نتیجه سیر انسانه. این شما پس نفهمیدی. وقتی که او یارو میگوید، ابن ملا صدرا میگوید، ابن عربی میگه که وجود منحصره در یک فرد جزئی خارجی، شما میگید عالم هست دیگر از دیگر. وقتی که خود ملا صدرا میگوید، اجازه بفرما، من وقت خود را با یک انسان جاهل چرا صرف بکنم؟ دوستان عزیز، چی گناهی کردم؟ این جاهل معامله مرا اینجوری از اذیت میکنه، زجر میده. من ازش میپرسم که تو مدعای را به اونجا که من اشتباه گفتم تو بگو، آخر چطور کلام شیخ؟ وقتی که ملا صدرا، وقتی که آقای خمینی، وقتی که ابن عربی، همیشه میگه عالم خیال اندر خیاله، بجز از حق کسی نیست، لیس فی الدار غیره الدیار. این میگه که نه، عالم خیاله، عالم طبیعت، عالم فلان، عالم فلانه، اصلا همینا خیاله، اینا خودشان تصریح دارن. شما اگر میگید که من اشتباه فهمیده ام، تو من درستش را خوب بیان بکن و بگو وجهش را. بگو. دارم میگم اجازه نمیدید که. خب بگو وجهش را بیان بکن، بفرم، مجرد ادعا نگو، بعد بفرم. وجهش اینه، شما انسان وقتی سیر میکنه مراتب رو که عبور میکنه، به مجرد چه میرسه تجرد حاصل میکنه. اصلا مجرد نیست، اصلا مجرد نیست، اصلا مراتب نیست، هیچ چی نیست، فقط یکیه. او به اشکال مختلف ظهور کرده. مجرد روایتی که در کتاب مرحوم مفید هست، امام صادق. من کار اول حرف ما در ادعاست، در دلیل نیست. فعلا حرف ما در مدعاست. شما مدعایتان رو نمیتونی بگی. ببین برادر بزرگوار من، برادر بزرگوار من، من هم نیستی یک انسان کافری هستی. خدا لعنت کند هر کسی که مدعایش مدعای ابن عربیه. من اشتباه گفتم که شما برادر بزرگواری، شما پیرو ابن عربی هستی، و لعنت خدا بر تمام صوفیه باد، و لعنت خدا بر تمام ابن عربی، اتباع ابن عربی باد. شما محبت بکن اون جایی که من اشتباه گفتم در وحدتی، اون را بیان بکن. بله سیر و سلوک میکنه، این کار را میکنه، چرا ما اون را بیان میکنه؟ کج ابن، ببین با یک کلمات مختصر و واضح روشن بگو معنا مقصود اصلی از وحدت وجود چیست. یالا بفرما. خب این وجودی که به موجودات اطلاق میشه، به ممکن و خدا به یک نحوه اطلاق میشه. اگر اون یک نحوه اطلاق بشه به شما روی دلیل میری، میگه لازمش باطله. لازمش من کار ندارم، خود اصل مدعا رو اول بگو، بعد روی دلیل برو. مدعا رو بگو. خب ساکت شد، صداش نمید. برابر اون وجود ندارن. ببین بزرگوار، من برای شما از کلام مثلا صاحب گلشن راز مطالب را نشان بدهم. بله. وجود اندر کمال خیش داری. ببین گوش کن. یک لحظه گوش کن. ببین این شرح گلشن رازه. محمد لایجی این را کتاب را نوشته. تعیون بود که از هستی جدا شد. حالا گوش کن بزرگوار. این شرح گلشن راز. شرح گلشن راز. شرح گلشن راز. ببین ایشون صفحه 78 چی میگه؟ صفحه 78. یا عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. یعنی جمیع اعیان موجودات ممکنه به نور حق، یعنی به تجلی او پیدا و روشن گشتند، و با واسطه تجلی او به صورت اشیا که نسبت وجود به اشیا کردند، و به حقیقت غیر حق هیچ موجود نیست، و جمیع اشیا به او نمود شده اند، و هیچ شی سبب ظهور او نمیتواند بود، هیچ چیز غیر او نیست تا وسیله هویدایی او گردد. غیر خدا هیچ چیز دیگر وجود نداره، فقط خدا وجود داره. شما میگه عالم هستی هست، عالم طبیعت. خب شما اگر از اصل مدعا دست برمیداری، دیگر با من ما اختلاف نظر نداری. اگر من مدعای شما را اشتباه گفتم، بگو اونجاش اشتباه گفتی. اما این حرفایی که من میگم، این اصل مدعای عرفا هست و صوفیه هست. حق اینه که خدا هست و غیر از خدا و صفات و اسماء و افعال آثار خدا هیچ چیزی نمیتونه وجود داشته باشه. این با بساطت حقه تنازع داره. شما نمیتونید لازمه اش کسرت رو متناقضه. با بساطت حقه این نمیسازه.
ببین دلیل باید یه فشل به حال این دلیل فشل دلیلش بکنیم ما. بام بعد فعلا به دلیلش کار ندارم، اول مدعای شما روشن بشه بزرگوار. چرا مدعا رو خام پنهان میکنی؟ آخر چی مشکلی داری؟ الان من اجازه بفرمایید من جلو شما قرار دارم، من اصلا ماهیت من انسانه، حیوان ناطق. این که امر اعتباریه، درسته؟ ماهیات ام امور اعتباریه در خارج و اینا حقیقتا هیچ وقت ازلا ابدا اینا معدومن، درسته؟ بله بله. آنچه که هست هستی هست و هستی هم یک فرد بیشتر نداره، درسته؟ اون هم خداست، اون هم خدا هست، درسته؟ پس من ماهیت دارا. انسان، من ماهیت انسان، حیوان ناطق، شما حیوان ناطق، اینا چون فقط اعتباری هن، اینا ازلا ابدا معدومن و فقط هستی هست که در خارج هست، هستی این ماهیت، هستی این ماهیت و این هستی این اجازه بفرم که به ماهیتش به اجازه ماهیت بفرم شما اعتبار بخشیده، هستی داده، تشخص داده. این هستی هم یک فرد بیشتر ندارد در خارج و وجود حق تعالی است، درسته؟ بله. پس این حق تعالی هست که ظهورات متعدد داره، ظهورات متعدد داره به صورت‌های مختلف، همان طوری که مثلا بله همان طوری که شما نور از بین شیشه های مختلف عبور بکنه و یا ساحل دریا و موج دریا و آب دریا به صورت‌های مختلف آب دریا در میآید، این وجود است که به صورت‌های مختلف در میآید، درسته؟ بله. خب تمام شد دیگه، ادعای شما الان همون ادعایی که من گفتم که غیر ماس... غیر پروردگار عالم هیچ اندر هیچ، باطل اندر باطله و فقط حق تعالی وجود داره، اون ادعا رو شما قبول دارید، من دروغ نگفتم، اون ادعای شماست، درسته؟ بله. خب الان یک کسی آمد الان خیش ساری است عیونها امور اعتباری. آفرین آفرین. پس دوستان عزیز، دوستان عزیز، ثابت شد، ثابت شد وحدت وجود را ما دروغ نگفتیم، همون معنا، همون معنایی که ما گفتیم درسته که غیر پروردگار عالم همگی معدومن، اعتباری فقط حق تعالی وجود داره. الان برادر ما که نیستی، الان اگر یک کسی بیاید شما را یک پنج سیلی محکم به صورت شما بکوبد، بله شما بهش چی میگید؟ آقا ما میگیم وجود شما که وجود که نداری، شما که وجود که نداری، شما که وجود نداری، شما که وجود که نداری، من بیام مثلا شما رو بکشم مالتان رو بگیرم، اینها زلن. خب شما وجود که حقیقت، شما که اعتباری، شما معدومی، شما که معدومی، چرا نماز میخونی؟ چرا بله مدرسه میری؟ بچه چرا مدرسه میرن؟ شما که معدومی. بابا بس اینه که اینجا رو شما یلا 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 بس ثابت شد دیگه، ثابت شد که شما این قدر عقل ندارید. و حال اون که ما اصلا اینطور لحاظ نمی کنیم شما، بله شما، شما این ادعای شما اینقدر باطله، اینقدر باطله که یک طفل 3 ساله میفهمه ادعای شما باطله. سه طفل 3 ساله در طفل 6 ماهه، اگر این باطله طفلی که روز اول مت گوش کن، گوش کن، گوش کن طفل، حالا گوش کن، امیرالمومنین آتش روشن کرد، حالا گوش کن، اینا رو میگم میترسی نمیخونی، گوش کن، اینا رو هم بخون، گوش کن، هم باطله، گوش کن. رو ببین خود شما میگید که بله عرفان کشف و شهود است، دلیل شما که حدیث نیست، چرا دروغ میزنی خودت به حدیث میچسبانی؟ ما اهل شریعت از این که پیدا حدیث هستیم. طفلی که تازه پیدا میشود دنبال پستان مادر میگردد که چطور من شیر بخورم از پستان مادر. طفلی که 6 ماهه یک سوزن، گوش کن ملعون، طفل 6 ماهه یک سوزن به دستش بزنید دود دستش میکشه، دستش کنار میشه، 6 ماهه یک سوزن بدن شش دستش میکشه. طفل 6 ماهه که وقتی دکتر بیاد سوزن بزنه، سوزن تا که داخل میکنه خودش میکشه، 6 ماه سوزن، چون میدونه سوزن حقه، سوزن وجود داره، خیالی و وهمی نیست. شما احمق ها، شما نادان ها، ولی خدا هیچ چیز نیافریده، خدا به صورت های مختلف ظاهر شده. خب منم خدا هم، بیا سجده کن، من خدایتم، بیا سجده کن ملعون. شبکه اهل بیت، بله این خدایت، بیا سجده کن. من به خدا به این صورت ظاهر شده، پدر سوخته، خدا به این صورت ظاهر شده، بیا سجده کن در برابر من ملعون. عجب این جماعت نادان، این جماعت لا مذهب، خدا شما را لعنت کرده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شما جماعت، شما اگر کافر نیستید پس کافر کیه؟ این حوزه علمی قوم دوستان عزیز، وحدت وجود،